نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. صدق الله العظيم. إدامه موعظه مرد مؤمن با حمایت از حق و از اهل حق در مقابل فرعون هست و اهل باطل. بعد از اینکه در موعظه خودش هم تخویف دنیوی بیان فرمود، كذبت قبلهم قوم نوح مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، وهم تخويف أخروي بيان فرمود، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. حال يا داوري ميكونت كي مثل موسى عليه الصلاة والسلام ناصح ديگر خيرخواه ديگر پیغمبر ديگر یوسف علیه صلات و السلام هم قبلا در همین سرزمین مصر تشریف آورد. اون زمان شما قدردان نبودید، ناسپاسی کردید و بعدا پشیمان شدید، لذا الان کاری نکنید که باز هم پشیمانی بیاید. خب در زمان اینها نبود، در زمان اجدادشان بود. یوسف علیه صلات و السلام حداقل بین موسی علیه صلات و السلام و بین یوسف 4 پشت هست و 3-4 نسل هست، ولی خب در تاریخ بود، در یاد آبا و اجداد بود، لذا اون را یادآوری می فرماید. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، همانا یوسف پیش شما آمد قبل از موسی، در زمان اون فرعون اول، با بینات با دلائل. تفسیر خازن نوشته در تفسیر بینات که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، چون موعظه یوسفی این هست که به قوم گفت آیا یک رب بهتر است یا ارباب متفرق. با دلائل ثابت کرد ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله. لذا یوسف دلائل آورد. فما زلتم فی شک مما جاءکم به، همواره شما در شک ماندید از آنچه که یوسف آورد.
در درس دیروز خدمت شما درجات ضلالت و گمراهی را عرض کردم. چند درجه داشت؟ 4 درجه. درجه اولش چی بود؟ شک، ریب. این درجه اول گمراهی هست که مرد مؤمن برای آنان ذکر می کند. فما زلتم فی شک مما جاءکم به، همواره در شک ماندید از آن پیامی که پیام توحیدی که یوسف علیه الصلاه و السلام آورد. حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. حتی اذا هلك ای مات بیضاوی، بیضاوی میگه هلك یعنی زمانی که فوت کرد، از این دنیا رحلت کرد. شما گفتید لن يبعث الله من بعده رسولا، بعد از این خداوند پیغمبر نمی فرستد، رسول نمی آید. یعنی این در نوع خودش بی نظیر بود. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. کذالک انکاف بمعنی تعلیلی هست، ای لذالک، به همین خاطر چونکه شما در ریب و شک و تردد ماندید، به جای انابت زد کردید. یضل الله، این درجه دوم است. درجه اول از طرف انسان، درجه دوم از طرف خدا. لذا چون شما شک کردید، خدا هم گمراهتون کرد. کذالک یضل الله من هو مسرف و مرتاب. خدا گمراه میکند اون انسانی را که مسرف و مشرک باشد. مسرفون قبلا تفسیر جلالین خواندی، مشرکون. مرتاب اون انسان شک کننده، اون انسان سرگردان متحیر، خدا او را هدایت نمی کند، خدا گمراهش می کند. این درجه دوم شد. درجه سوم گمراهی چی بود؟ زلالت، جدال بالباطل. و درجه چهارم چی بود؟ ختم القلب یا مهر جباریت. لذا الله می فرماید الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم. کسانی که جدال میکنند در آیات الهی، بنویسید درجه سوم زلالت، کسانی که جدال میکنند در آیات الهی بدون سلطان، یعنی بدون دلیل نقلی که پیششان بیاید. بغیر سلطان اتاهم، سلطان چیه؟ دلیل نقلی. بدون دلیل همینطور از روی ضد، از روی عناد جدال بکنه، سعی بکنه با حق مبارزه بکند. کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا. شما از نظر ترکیب بر الذین بنویسید مبتدا، کبر مقتا را بنویسید خبر. الذین یجادلون فی آیات الله کبر مقتا، اینهایی که در باره آیات الهی بدون دلیل جدال میکنند، اینها پیش خدای عزوجل بسیار ممقوتند، مغضوبند، خشم خدا بر اینها بسیار زیاد و سنگین است. کبر مقتا عند الله، سنگین هست، بزرگ هست از نظر خشم نزد الله عزوجل و عند الذین آمنوا، نزد مؤمنین، نزد کسانی که ایمان آوردند. یعنی اینها هم مورد غضب خدا واقع می شوند، هم مورد غضب و لعن و نفرین مؤمنین واقع می شوند. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. این درجه چهارم زلالت است. بعد از اینکه اینها جدال می کنند، با حق مبارزه می کنند به وسیله واهید، واهیات بدون دلیل حق را رد می کنند، الله بر دلشان مهر می زند. کذالک اینچنین، یا لذالک، به همین دلیل، به همین خاطر، یطبع الله على کل قلب متکبر. الله مهر می زند بر هر دل متکبر، متکبری که جبار باشد. متکبر بنویس المعاند فی تعظیم امر الله. المعاند فی تعظیم امر الله، اونی که در تعظیم امر الهی چی باشد؟ معاند باشد. جبار، اونی که
در حق بندگان خدا چی بکند؟ ظلم بکند. الجبار یعنی المسلط على خلق الله، تفسیر مقاتل گفته، امام مقاتل گفته. ببخشید، ببینید دو حق هستند یا دو راه، راه نجات هستند که قرآن جای جای در جای جای قرآن ذکر شده. یکی تعظیم امر الهی هست که ما تک تکمون موظف هستیم تعظیم اوامر خدا را داشته باشیم، به جا بیاوریم. و دوم الشفقة على الخلق، همون که ما میگیم حقوق الله و حقوق العباد، بر خلق خدا شفقت داشته باشیم. امر خدا را بر چشم بگذارید، به سر بگذارید، یعنی اطاعت کنید، تسلیم بشید. التعظیم لامر الله و شفقت على الخلق، بر خلق شفقت داشته باش. این دو راه، راه نجات هستند. تو دنیا هر کسی این دو اصل را داشته باشد، هم کاملا اوامر الهی را تعظیم بکند، احترام بگذارد و امتثال بکند، عمل بکند، و دیگه بر خلق خدا شفقت داشته باشد، حقوق بندگان خدا را، نه تنها بندگان بلکه خلق، حیوانات، مورچه ها، همه شفقت داشته باشد، خدا او را نجات میده. این انسان ناجی هست. خب این گروهی که خدای عزوجل میفرماید مهر جباریت بر قلبشان خورده، اینا هر دو را ندارن. یتبع الله علی کل قلب متکبر. متکبر به این خاطر گفتیم المعاند فی تعظیم امر الله، یعنی این به جایی که تعظیم امر الله بکند، این معاند است، ضد اون عمل میکند. جبار یعنی به جای اینکه الشفقه علی الخلق داشته باشد، این بر خلق چی میکند؟ جور میکند، ظلم میکند و بر خلق مسلط است. اصل جبار یک معنایش عرض کنم که این تسلط هست، بر هر چیز غالب، لذا بر خلق خدا این جائر است و مسلط است. به هر حال این درجه چهارم بود که خدای تعالی فرمود بعد از این که انسان جدال بالباطل می کند، مهر می خورد. چنین انسان متکبر و جبار قابل هدایت نیست. خب این تبلیغ بلیغ مرد مؤمن بود، دومین تبلیغش بود. اما فرعون باز هم مخالفت می کند. فرعون کم کم داره دیوانه میشه، چون که احساس خطر می کند که از این تبلیغ و از این موعظه بلیغ قوم متأثر نشه، لذا شروع می کند به توطئه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. مخالفت فرعونی. فرعون گفت ای هامان برای من محل مرتفعی درست کن. صرح محل بلند یا سکو. لعلی ابلغ الاسباب، شاید که من به راها برسم. کدوم راها؟ اسباب السماوات، راهی که منتهی به آسمان میشن، اونجا برم به آسمان. چیکار داری؟ فاطلع الی اله موسی، بر اله موسی مطلع بشم، یعنی آگاهیو معرفت حاصل کنم کیه، کجاست. فکر نکنم چنین خدایی هم باشد. و اینی لأظنه کاذبا، این در واقع دفع شبهه هست. تو فرعون که میخواهی یک محل مرتفعی درست بکنی، پیش خدایش بری، خدا را ببینی، پس حتما خدایی هست، لذا دفع میکند این احتمال را. نه، و اینی لأظنه کاذبا، من او را کاذب میپندارم. ببینید اینجا حماقت های فرعون هست، حماقت های سگانه فرعون. اولا فرعون میگه برای من یک برجی بسازید، چنان برجی که سر به فلک کشیده باشد. خب چقدر مگر این برج را میخوام بسازن، چقدر میتوانند مرتفعش بکنند، چقدر میخوام بلندش بکنند،
به کوها که نمی رسد. اگر تو واقعا می خواهی در یک مقام بلند قرار بگیری، برو سر کوه. پس این حماقت اول است. دومین حماقت، فرعون الله عز و جل را متمکن فی السماوات می داند که در آسمان قرار دارد و جای دیگه نمیره. سوم، فرعون الله عز و جل را مجسم تصور می کند که یعنی جسم دارد مثل ما انسان ها. عرض کنم که دیده می شود، با اشاره می شود، لذا خدا را قیاس می کند به انسان. اینها همه حماقت های فرعون هستند. الله تعالی می فرماید و کذلک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل. این چنین برای فرعون عمل کرد بدش و عمل سوءش آراسته شده بود و صد عن السبیل، به وسیله همین تزیین چی از راه باز داشته شد. این یکی از نقمت ها هست، یکی از نفرین های الهی هست که اهل باطل وقتی که بر مسیر باطل باشند، خدای تعالی اون عمل باطلشون را، اون عمل بدشون را جلوی چشمشون زیبا جلوه می دهد. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بدترین انسان ها از نظر عمل کرد اونهایی هستند که ضل سعيهم في الحياة الدنيا، در زندگی هرچی میکنه بی خود، بیهوده، بی جا، شرک میکنه، فکر میکنه عبادت میکنم، بدعت و خرافات داره، فکر میکنه طاعت و سنت است. و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فکر میکنه که من عمل خوب دارم انجام میدم. این انسان قابل هدایت نیست، این انسان هرگز توبه نمیکند. این همون انسان است که یتبع الله على كل قلب متکبر جبار، مهر زده، هرگز از این مسیرش بر نمیگردد، چون این مسیر را، مسیر باطل را مسیر حق میپندارد. آیا کسی از مسیر حق توبه میکند؟ از مسیر صحیح بر میگردد؟ رجوع می کند؟ هرگز. بسیاری از خلافکاران هستند، اگر بد عمل می کنند، عمل خودشون را بد می دانند و وجدان اندکی اونها را ناراحت، اونها را ملامت می کنند، امکان در یک روز توبه بکنند. اما اینها نه. فرعون از همین قبیل هست، از بس که بد عمل کرده لذا اون بدش از نظرش چی هست؟ زیبا. الله می فرمائے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، برای فرعون عمل کرده سوءش برش زیبا و آراست قرار داده شد به همین دلیل. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، از راه باز داشته شد، بر مسیر حق هرگز قرار نگرفت. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، این ادخال الهی است. آیا این همه توطئه نیرنگ فرعون کارآمد بود؟ فایده ای داشت؟ الله می فرماید نه. و ما کید فرعون الا فی تباب، این توطئه فرعون نبود مگر چی شد؟ هلاک شد، از بین رفت، بی اثر ماند. و قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد. این موعظه سوم است. عرض کردم این مرد مؤمن سه موعظه دارد، هر موعظهش نسبت به موعظه اول در اون ارتقای بیشتری هست، رو به پیشرفت است. لذا الان خودش موسی را قبلا زیاد ظاهر نمی کرد خودش را که من مؤمن هستم، می گفت این یک صادقا، این یک کاذبا فعليه کذبو، این یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. اما الان نه، الان خودش و موسی را یکی قرار میده، میگه از من پیروی بکنی نه از فرعون. و قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد. مؤمن میگوید اون کسی که الله تعالی او را با لقب ایمان ارجا، قال رجل مؤمن من آل فرعون. و قال الذی آمن، اینجا و قال الذی آمن سه بار که از او حکایت شده با صفت ایمان، چون که برای الله عزوجل این صفت محبوب است.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، ای قوم از من پیروی کنید، اهدكم سبيل الرشاد، من راهنمایی میکنم شما را به راه هدایت. رشاد رشد هدایت. بنویسید نه فرعون، یعنی من راهنمایی میکنم نه فرعون. این اون چی که فرعون میگه این همه غلطه، همه بیهوده است. راهی که من میگم این راه هدایت است. فرعون چی دارد؟ پول دارد، حکومت دارد، زرق و برق دارد، لذا حقیقت اون چی که فرعون دارد را هم مشخص میکند. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، تزهید من الدنیا، ای قوم این زندگی، زندگی دنیا متاع. متاع قبلا هم خدمت شما عرض کردم این تنوین برای تحقیر است، ای متاع قلیل، در آیه دیگه هم آمده متاع قلیل، لذا این برای تحقیر است. بنویسی پایینش قلیل و حقیر. امام رضی که امام لغت است این را گفته، قلیل و حقیر از رضی. لذا این دنیا دنیای اندکی هست، بی ارزش است. و ان الاخره هی دار القرار، اون تزهید من الدنیا بود، این ترغیب الی الاخره است. همانا آخرت هی دار القرار، دار قرار، دار اصلی اون هست که انسان برای همیشه چی میگیرد؟ قرار میگیرد. آخرتی که اونجا قانون مجازات وجود دارد. قانون مجازات چیه؟ من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها. می فرماید هر کسی عمل بد انجام بده پاداش داده نمیشه مگر مثل عملش، به اندازه عمل کردش، هر چی کرده. و من عمل صالحا من ذکر او انثا، اصلاح قوت عملیه، هر کسی عمل صالح انجام بده. و باز مساوات عاملین، هیچ فرقی بین مرد و زن نیست، من ذکر او انثا، چه مرد باشه چه زن. اما یه شرط داره، اون چیه؟ و هو مؤمن لا مشرکون، برای قبولیت ایمان، برای قبولیت عمل ایمان شرطه، شرک نباشد، مشرک نباشد، مؤمن باشد ایمانش پذیرفته میشه. اما اگر مشرک باشد فجعل عملش را الله میفرم فجعلنا و هباء منثورا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اونها اصلا به کفه ترازو قرار نمیگیره، همه تو دنیا برباد شد. لذا و هو مؤمن فاولائک یدخلون الجنه، این انسان ها داخل بهشت می شوند. یرزقون فیها بغیر حساب، اونجا رزق به اندازه درکت نفلش نیست، به اندازه روزه و حجش نیست، بغیر حساب. اونی که بد کرده به اندازه بدیش، اما این یکی بغیر حساب، بدون حساب. لا تعد ولا تحصى، اون رزقی که نسبت به اون میشه بغیر حساب. را تفسیر ابو سعود نوشته بغیر تقدیر و موازنت بالعمل، بدون یک اندازه خاص و بدون اینکه نسبت به عملش مقایسه و موازنه بشه، نه خیر، بل اضعافا مضاعفة فضلا من الله عز وجل. ابو سعود، الله تعالی بی شمار و بی کتابش میده. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إذا مرد مؤمن در غاية خير خاهي ميقى راه نجات إني كمان بشما ميقى اي قوم چه شده مرا که من شما را بسوء النجات ميخانم، اي طريق النجات، براه النجات شما را ميخانم و شما مرا به سوی آتش میخوانید، راه شما منتهی به آتش میشه، منتهی به جهنم میشه. تدعوننی لأکفر بالله، الان دیگه گویا شمشیر را از میان کشید، همه چیز را ظاهر میکنه، میگه که من راهم راه توحیده، راه بهشته، راه شما راه جهنمه. اول با شک و تردید میگفت، الان ترقی کرده، نه همه چیز را دیگه ظاهر میکنه. تدعوننی لأکفر بالله، این تفسیر تدعوننی الى النار است، این که مرا میخارم به سوی نار یعنی چه؟ یعنی تدعوننی لأکفر بالله،
مرا می خانی به این که کفر بکنم به خدا، بازم لأکفر بالله و اشرک واو تفسیریه است. کفر بکنم یعنی چی؟ و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم، و من شریک بگیرم به خدای عز و جل، ما یعنی اون معبودانی که لیس بهی علم، نیست بهی ای به معبودیتی، نسبت به معبودیت اونها هیچ دلیلی نیست. علم به معنی دلیل، یعنی شما مرا میخوانید به سوی معبودان باطل و خدایان دروغینی که برای معبودیت اونها هیچ دلیلی وجود ندارد، در حالی که من شما را به کجا میخوانم؟ گفت ادعوکم الى النجات. الان این باز تفسیر ادعوکم الى النجات است. و انا ادعوکم الى العزیز الغفار، من شما را میخوانم به سوی آن ذاتی که عزیز و غفار است. عزیز صفت ترهیبی است، غفار صفت ترغیبی است. یعنی من که شما را فرا میخوانم، اگر اجابت نکردید عزیز غالب مسلطه، پدرتون در میاره، اما اگر اجابت کردید غفار هست. معنیش اینه، اون صفت ترهیبیه، این صفت ترغیبیه، شما را میبخشد، شما را به بهشت میبرد. لا جرم انما تدعوننی، لا جرم به معنی قطعا یقینا بدون شک، لا جرم انما تدعوننی الی، بدون شک آن معبودان باطلی که شما مرا میخوانید به سوی آنها، لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره، برای اونها هیچ دعوتی نیست. دعوت به چه معنا؟ ای استجابت و دعوت، اینجا مضاف مقدر است، هیچ نوع استجابت دعوتی پیش اونها نیست. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما بخواهیم دعایی بکنیم برای حاجات دنیاویمون یا حاجات اخرویمون، پیش اونها هیچ نوع اجابتی نیست، خبری از اجابت نیست، چون اونها کاری نیستند. اینجاست که جلاله نوشته لیس له دعوت ای استجابت دعوت فی الحاجات الدنیویه والاخرویه، حاجتی برآورده بشه، دعایی پذیرفته بشه، چه در رابطه با مشکل دنیایمون باشه، چه در باره مشکل آخرتمون باشه، خبری نیست. لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره و ان مردنا الى الله، همانا بازگشت ما، رجوع ما، برگشت همه ما به سوی الله است. و ان المسرفین هم اصحاب النار، ولی این نکته را بیاد داشته باشید که المسرفین ای المشرکین، مشرکین اصحاب نار هستند. ان قتادت انهم المشرکون فان الاشراک اسراف فی الضلاله، یکی هست کمی گمراه شده، یکی هست اسراف فی الضلاله، این همونه که شرک می کند بحر المحیط. قرطبی و ان المسرفین هم اصحاب النار، به هر حال مرد مؤمن آخر زد به خط آخر و همه چیز را آشکار کرد، عیان کرد، بازگو کرد و دعوت توحید را آشکارا کرد و اونها را از عذاب خدا بیم داد، ترسند و بعد به صورت دلسوزی آخر، چون از این به بعد می دونست که خطر است، لذا آخرین جملهش را گفت و خودش را به خدای بزرگ سپرد. فستذکرون ما اقول لكم، ان قریب شما یاد میکنید اون چی که من میگویم، یعنی وقتی که مرگتون برسه یا عذاب خدا بیاد، اون وقت میدونید من چی گفتم، لذا یاد خواهید کرد، بیادتون خواهد آمد که من حقیقت را میگفتم. و افوض امری الی الله، این سیرت مؤمن است، افوض امری الی الله، من امرم را به خدا می سپارم، لا الیکم ولا الی اصنامکم، بحر المحیط گفته، خودم را به خدا می سپارم، نه به شما و نه به بتان شما. ان الله بصیر بالعباد، الله عز و جل نسبت به عباد و نسبت به بندگان بصیر هست، بینا هست، احوال بندگان را میداند. چه زیباست که بنده
رسالت خودش را که از سوی الله عز و جل متوجه او هست، رسالت را درست انجام بده، بعد از خطر و تهدید، بعد از مشکلات خودش را به خدا بسپارد و توکل به خدا بکند، این انسان را الله عز و جل ضایع نمی کند. و این جمله بهترین، ارز کنم که، حسن هست و بهترین محافظ هست از سوی رب العالمین برای شما. همیشه کسی که بر مسیر حق باشد در خطر است، شیاطین جن و انس همیشه در کمینش هستند. لذا همیشه بخوانید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الله تعالی در مقابل این تفویض، این توکل، این اعتماد بیان می فرماید که چه نتیجه‌ای برایش داشت. بیان می فرماید فوقاه الله سیئات ما مکرو، خداوند عز و جل او را محافظت کرد از توطئه‌ای که اونها کشیده بودند، نقشه‌ای که اونها برایش داشتند، از بدی اون توطئه و سیئه اون توطئه و نقشه، الله تعالی حفاظتش کرد. و به جای اینکه اونها اینو از بین ببرند، به این تعرض بکنند، خودشون گرفتار شدند. و حاق به آل فرعون سوء العذاب. شما اول زیر فوقاه الله بنویسید نتیجه حق، زیر و حاق به آل فرعون بنویسید نتیجه باطل. خدا او را حفاظت کرد. چطور خدا حفاظت کرد؟ در قرآن نیست، اما تفسیرهای معتبر مثل تفسیر امام نصفی مدارک التنزیل و تفسیر بحر المحیط علامه اندلسی، اینها نوشتند که مرد مؤمن این آخرین سخنرانی را که کرد، رفت متواری شد، مخفی شد. فرعون لشکر بزرگی به دنبالش انداخت، گفتن لشکر هزار نفری، یعنی شاید عدد هزار کنایه از کثرت باشد، بعضی وقتا اعداد کنایه از کثرت هستند. به هر حال این مرد رفت تو کوها و فرعون فرستاد دنبالش که تعقیبش بکنند، دستگیرش بکنند، بیارن اعدامش بکنند. اینها رفتند، گشتند تو کوها، هرچی گشتند الله عز و جل او را محافظت کرد. و در اون ایامی که دنبال او و در تعقیب او بودن، برای این قوم بلا آمد، مشکلات آمد، که بخش بزرگی از این لشکری که در تعقیبش بودن، اینها خودشون هلاک شدن، یا از گرسنگی و تشنگی یا بلایای دیگر. و بعضیشون برگشتن، نصفشون برگشتن. فرعون بسیار عصبانی شد، گفت شاید اینا همه هم دستن، توتی از یک گروهی رفته نیامده، اونم باش مخفی شده، اینام دست دارد. اینایی که سالم برگشتن، اینها را دستور داد به دار بذارند. لذا این خاطر این مفسری میگه حاق به آل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب همینه که خدای تعالی همه را تارمار کرد، همه که دنبال اون مرد حق بودند کشته شدند، مردند، نابود شدند، و الله او را حفاظت کرد. اما قبلا هم عرض کردم که مقصود همین تبلیغ بود، مقصود همین درس بود که کسی که برای حق و برای حمایت از اهل حق و از انبیا اگر بلند بشه، الله عز و جل او را ضایع نمی کنه. گاهی الله شهیدش هم می کنه، مثل اون حبیب نجار که در سوره یاسین آمده، ولی مستقیما به بهشت می برد که از اونجا تمنا می کند یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لذا یا اون نتیجه یا این نتیجه. پس این درس را ما گرفتیم. آخر قصه چه شد؟ نتیجه چه شد؟ این مرد کجا رفت؟ قرآن نگفته. گفتم کتاب داستان نیست، دیگه به جزئیات نمی پردازد. اون بخشی از داستان که ما درس خودمون را بگیریم و ما نتیجه ازش بگیریم، اون اندازه برای ما چی شد؟ بیان شد. بله، وحاق به آل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب که برای آل فرعون آمد، اون چیه؟ اینه که هلاک شدن، و همچنین سوء العذابی که بعد از مرگشون برایشون آمد.
اون اینه: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. آتش بر فرعون و آل فرعون عرضه میشه صبح و شام، صبح و شام اینها در آتش هستند و به معرض آتش قرار داده میشوند و کباب میشوند. ببینید منظور از این آتش چی هست؟ منظور از این آتش آتشی هست که بعد از مرگ فرعونیان برایشون پیش آمد، برایشون اتفاق افتاد. خدای عزوجل از اون داره تعریف میکنه و حکایت میکند. عذاب جهنم مراد نیست، عذاب قبر مراد است. این نکته را به این خاطر میخوام برجسته بکنم که بسیاری از گروهای معاند که در گذشته بودند در مقابل اهل سنت مثل معتزله اعتقادی به عذاب قبر ندارند و میگویند عذاب قبر در قرآن نیامده. امروزه هم بسیاری از گروها هستند خودشون را اهل قرآن مینامند، حدیث پیغمبر را قبول ندارند، تو دانشگاه ها بیشتر فعالیت دارند، تو کشور خودمون هم هستند، هم از اهل سنت و هم اهل تشیع میگن که ما نه بخاری قبول داریم، نه مسلم قبول داریم، نه نهج البلاغهش قبول داریم، نه دیگرش قبول داریم. اینها معتقدند که عذاب قبری نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل که عذاب قبر تو قرآن نیامده. میگه حدیث اگه آمده اونا را بعدیا درست کرده علیه عزو بالله. در سوره یاسین هست، استدلالشون از اونجا هست که وقتی که مرده را در روز قیامت الله زنده میکند، با سوره اسرافیل میگه من بعثنا من مرقدنا هذا، از این آرامگاه، از این خوابگاه کی ما را بیدار کرد؟ خب اونا میگن پس معلوم میشه تو قبر استراحت کرده، راحت گرفته، خوابیده، الان وقتی که زنده شده اون را آرامگاه میگه. اگر عذابی بود خب نمیگفت آرامگاه. ولی اون پاسخش اونجا که اون وحشتی که در آخرت هست، اون بدبختی که در آخرت و بلا تکلیفی که هست، چنان سخت است که انسان اون عذاب قبر را هم برای خودش چی میداند؟ آرامگاه میدن. گاهی اینطور میشه که یک انسانی را میبرن به شکنجهگاه، داد و فریاد میکشه، بعدن میبینند که این خیلی بیصبری میکنه، میبرن به جای دیگه که برای اون جای اول چی میکند؟ شکر میکنه، میگه کاش همونجا میبردن. اونجا این مسئله هست. و الا اینجا ببینید، اینجا خدای عزوجل درباره قبر میگه النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، این در عالم برزخ است، در قبر است که آتش بر اونها صبح و شام عرضه می شود. به چه دلیل این درباره قبر است؟ چون درباره قیامت می آید و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. روزی که قیامت برپا بشه یقال و مقدر است، یقال یعنی از طرف خدا گفته میشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون را در بدترین عذاب قرار بدهید. پس اون آتش اول چی بود؟ برزخ، قبر. خب این آیه بزرگترین آیه ای هست که مفسرین میفرمایند بر عذاب قبر دلالت میکند. چند تا عبارت مفسران میخوانم. تفسیر مدارک امام نصفی رحمه الله میفرماید هذه الآیه دلیل على عذاب القبر، مدارک. و تفسیر قرطبی چی میگه؟ والجمهور على ان هذا العرض في البرزخ يعرضون، این عرض در کجا اتفاق خواهد افتاد؟ در برزخ. و در ادامه میگه تفسیر قرطبی هذه الايه تدل على عذاب القبر في الدنيا، در همین دنیا خدا کسی که بد باشه در قبر چیش میده؟ عذابش میده. و امام جساس رازی میگه دل على ان المراد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل القيامه، چون ويوم القيامه بعدا ذکر است، این قبل از قیامت است. قبل از قیامت در کجاست؟ در قبر هست، در برزخ هست. و حضرت علامه ابن کثیر، امام ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر میفرماید و هذه الايه اصل كبير في استدلال اهل السنه على عذاب البرزخ في القبور، اصل كبيري هست برای اهل سنت در مقابل معتزله که عذاب در قبر وجود دارد. اما نوعیت عذابی که در برزخ هست، خدمت شما عرض کنم که قبر
این حفره‌ای که ما میزنیم و جنازه را میگذاریم، اصل از نظر ما قبر همینه، اما این مجازن قبره. قبر حقیقی اونجایی هست که روح انسان میره و روح در آن قرار میگیرد، برزخ به اصطلاح. چون در حدیث میآید که اگر انسان بد باشد، قبر چنان او را میفشارد که دنده هاش در هم دیگه فرو میرود، و اگر انسان نیکی باشد، قبر برش وسیع میشه، 70 ذراع آمده به این معنی که ذراعهای کثیر برش گشاد میشه. خب این در این دنیا نیست، اینجا اطراف دوروبرت همش قبره، بعد از یک متر قبره. پس این همه در کجا هست؟ در عالم برزخ هست. و می آید که دریچه ای از دریچه های برش باز میشه، بهشت بهش نشان داده میشه، بهش گفته میشه اونجا جایت هست. خب اینا همه در کجا هست؟ در برزخ هست. و ما معتقد به عذاب روح و جسم هستیم، یعنی این جسمی که در خاک گذاشته میشه، در دنیا گذاشته میشه، و اونی که به برزخ میره روح. خدای عزوجل وقتی که عذاب میده، هر دو را همزمان عذاب میده. الله قادر است، ولو اینکه این جسم تبدیل به خاکستر بشه، ولو اینکه جسم اون هندویی باشه که او را میسوزانند و پودرش میکنند و در دریاها میریزند، الله عزوجل از اون ذرات خبر داره کجا هستند. لذا ما اعتقاد به عذاب قبر داریم، هم عذاب قبر جسد و هم عذاب قبر روح. ولی بیشتر که در احادیث بحث قبر آمده، ما از نظر ما قبر همین قبری هست که ما اون را حفر میکنیم، اما اصل قبر اونجایی هست که کجا این روح میره. به چه دلیل؟ به دلیل این که درباره شهدا میآید، کسی که در راه خدا شهید میشه، روحش پرواز می کند. الله عزوجل این روح را در سنن ترمذی، این حدیث آمده، این روح را در کالبد پرندگان سبز رنگی قرار می دهد که زیر عرش الهی اینها قندیل دارند و در باغات بهشت اینها سیر و سیاحت و تفریح می کنند. این در رابطه با چی بود؟ با شهدا بود. الان در رابطه با انسانهای بد ببینید که حضرت عبدالله ابن مسعود چی میگه. عبدالله ابن مسعود میفرماید که ارواح آل فرعون در اجواف و کالبد پرندگان سیاه رنگی که بدشکل هستند قرار میگیرد و اینها بر آتش جهنم عرضه میشود. آتش جهنم یا آتش دیگری که در برزخ است و به عذاب گرفتار میشه. از این حدیث معلوم میشه که انسان، این حدیث عبدالله ابن مسعود و اون حدیثی که درباره شهدا است، که انسان شکلی بهش میدند مطابق عمل کردش. اگر عمل کردش خوب بوده، شکل زیبایی بهش میدند، کالبد زیبایی بهش میدند، و اگر عمل کردش بد بوده، کالبد بسیار زشت رنگی بهش میدند. ببین به شهدا پرندهی برایش انتخاب میکنن که سبز رنگ و قشنگ و زیباست. برای آل فرعون اونطوری که عبدالله ابن مسعود میگه، کالبدی از پرنده های سیاه بدشکل. الله تعالی در رابطه با مؤمنین هم میگه، درباره اصل انسان ها میگه که در روز قیامت یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، خیلی چهره ها هستن سفید زیبا درخشنده و خیلی چهره ها هستن سیاه سوخته و بدشکل. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث معراج می آید که وقتی که جهنم را بازدید کردند و دیدند، انسانهایی که اونجا دیدند انسانهای عجیب و غریبی بوده، یکی سر گنده‌ای داشت، یکی این لبانش افتاده بود، یکی لبان خیلی کلفتی داشت، یکی چشمانش عجیب، یعنی عجیب و غریب بودند، شکلهای عجیب و غریب دارند، چون که اعمالشون بد است، شکلشون هم بد است. بنابراین ما معتقد هستیم که انسان هر عمل کردی داشته باشد، طبق اون عمل کردش همون شکل را در عالم آخرت میگیرد و همچنین در عالم برزخ، و بر اساس اون با انسان چی میشود؟ معامله میشه. چنانچه علامه آلوسی میگه و هذه الطیور صور تخلق من صور اعمالهم، و هذه الطیور
سورون تخلق من سور اعمالهم، این پرندگان سیاه رنگ بد شکل به خاطر این هست که اعمالشون همین شکلی بوده، اعمالشون اعمال شرک، اعمال کفر، اعمال تکبر، اعمال جدال با اهل حق و مبارزه با اهل حق، طبق اون خدای عزوجل هم بهشون شکل میده هم بهشون عذاب میده. بنابراین از این به این نتیجه رسیدیم که عذاب قبر چیه؟ حق است. لذا الله می فرماید و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. روزی که قیامت برپا میشه گفته میشه از سوی رب العالمین ادخلوا داخل کنید آل فرعون، آل فرعون را بنویسید مع فرعون، همراه با فرعون، آل فرعون را همراه با فرعون اشد العذاب، به بدترین عذاب، به سختترین عذاب. و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا. بعد از اینکه داستان فرعون تمام شد و الله عز و جل اشاره کرد که فرعون را خدا تباه کرد و بعدن غرق کرد و بعدن برد به عذاب قبر و در برزخ هم به عذاب گرفتار کرد، اکنون یک محاجهی، یک بحثی، جدلی که بین تابعین و مطبوعین میشه. ببینید انسانها که در دنیا گمراه میشوند دلیلش اون رؤسای کفر است، اون کسانی که در رأس هستند و مردم را تبلیغ میکنن به طرف کفر، چه به شکل فرعون پادشاهان باشند، چه ملاهای سوء باشند مثل بلعم باورا که با موسی علیه السلام مبارزه کرد، چه ملاهای یهود و نصارا که با رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارزه کردند و نگذاشتند یهود و نصارا چی بشن؟ مؤمن بشن. یا ملاهایی که در این زمان تبلیغ میکنن، تبلیغ شرک میکنن، تبلیغ خرافات میکنن، بر علیه توحید و اهل توحید هستند. لذا اینها سبب گمراهی انسان ها میشوند، خودشون هم به جهنم میروند، انسان ها را هم به جهنم میبرند. حال خدای عزوجل اینجا از تابعین و مطبوعین، از مریدان و مرشدان که هر دو بر ضلالت بودند، بر گمراهی بودند، تصویری میکشد که اونجا چگونه هم دیگر را ملامت میکنند. و اذ یتحاجون فی النار، زمانی که اینها با هم دیگر بحث میکنند در آتش، با هم دیگر جدل میکنند، با هم دیگر درگیر میشوند، تفصیل محاجه، فیقول الضعفاء للذین استکبروا، میگویند ضعیفان، ضعیفان بنویسی یعنی تابعین، مریدان، میگویند تابعان، للذین استکبروا، به مطبوعین، به متکبرین، به کسانی که اونها را گمراه کردن چی میگن؟ انا کنا لکم تبعا، ما تابع شما بودیم در دنیا، هر چی شما میگفتید ما عمل میکردیم، ما حرف شما را باور میکردیم، الان مشکل ما را حل کنید، چیه مشکلتون؟ فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آیا میتوانید دفع کنید از ما بخشی از آتش را، بخشی از عذاب را؟ استفهام طلبی هست، یعنی عذاب را دور کنید، مردیم، تأمل من تمام شد، ما در دنیا به حرف شما گوش کردیم، الان به داد ما برسید. تابعان به رؤسا میگویند، به مطبوعان میگویند، اونا چه جواب میدن؟ وقال الذين قال الذين استكبروا، اونهایی که تکبر کردند، اونهایی که به سوی شرک دعوت دادند، اونهایی که داعی باطل بودند، اونها چی میگن؟ انا كل فيها، ما همگی در این جهنم هستیم، ما مثل شما، ما چه میتونیم براتون بکنیم؟ ان الله قد حكم بين العباد، بدرستی الله فیصله کرده، داوری کرده بین بنده ها، خدا فیصله کرده که برای ما عذاب نوشت، ما باید تحمل کنیم، بسوزید و بسازید، راهی نیست. آخر اینها وقتی که از رؤسای خودشون، از کسانی که اونا را گمراه کردن ناامید میشوند، این بیچاره ها روی می آورن به خزانه جهنم،
روی می آورند به داروغه های جهنم. وقال الذين في النار، می گویند کسانی که در آتش هستند، اینا کی هستند؟ تنها تابعین نه، تابعین و متبوعین مفسرین نوشتند. وقال الذين في النار من الضعفاء والمستكبرين جميعا، هم ضعفاء و تابعان و مریدان، هم مرشدها و رؤسای کفر و شرک. من الضعفاء والمستكبرين جميعا لما ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل. روح المعاني وقتی که تمام راها برایشون بسته میشه، هیچ حیله برایشون نمیماند، هیچ کاری نمیتونن بکنند، الان همه تابع و متبوع رو به طرف کی میکنند؟ رو به طرف خزانه جهنم میکنند. وقال الذين في النار لخزنه جهنم، به خزانه جهنم میگویند ادعوا ربكم، شما از ربتان بخواهید يخفف عنا يوما من العذاب، یک روزی فقط، بیشتر نمیخواهیم، یک روزی تخفیف بده. اینایی که تو زندان، تو دنیا زندان هستند، تخفیف دارن، مرخصی دارن، گاهی 10 روز مرخصی میگیرن، گاهی 1 ماه مرخصی میگیرن. اونا میگه یک روز فقط از همین جهنم بیایم بیرون تا یک نفسی بکشیم، مردیم، تحملمون تمام شد. یخفف عنا یوما من العذاب، چون که میدانند که رهایی و آزادی محال است، امکان نداره، الان یک روز میخواهند. بس خزانه چه کار میکنن؟ خزانه میپرسن مگه در دنیا پیش شما پیامبر نیامد؟ دلسوزان و داعیان نیامدند؟ مسیر حق را به شما نگفتند؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، آیا نیامد پیش شما رسلتون با بینات، با دلائل، با معجزات؟ مگر با دلائل و آیات الهی نیامدند؟ قالوا بلا، چرا آمدند؟ خب چرا قبول نکردید؟ مشخص دیگه، اونجا زد کردن، اناد کردن. الان که خزانه میدوند که اینها زد کنندگان و معاندین هستند، بهشون چی میگن؟ قالوا فدعوا، این جواب خزانه هست، قالوا فدعوا، میگوین خودتون دعا کنید، ما برای شما سفارش نمی کنیم، ما دعا نمی کنیم، چون میدونیم دعا پذیرفته نمیشه، خودتون دعا بکنید. بنویسیم ما اجازه نداریم، چون که فرشتگان اجازه دارند شفاعت بکنن برای اهل ایمان. الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى، آیاتش را خواندم، برای اهل ایمان، نه برای اهل شرک، نه برای اهل کفر. لذا وقتی که به اونها میگن خودتون دعا کنید، الان در دل ما، در دل شما این سوال ایجاد میشه، پس اگر دعا بکنن نتیجه داره؟ الله دفع دخل مقدر میکنه، جواب میده نه. و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال، یعنی دعای کافرین نخواهد بود مگر بیهوده. ضلال اینجا به معنی بیکار، بیفایده، بیهوده، هرچی دعا بکنه فایده ای نداره. و ما دعا الکافرین، زیرش بنویسید در آخرت، در آخرت دعای کافرین بیفایده هست، بیهوده هست. خب تفسیر ابن کثیر اینجا نوشته که فرشتگان به اونها، داروغه ها به اونها میگن فدعو ای انتم لانفسکم، شما خودتون برای خودتون دعا کنید، فنحن لا ندعو لکم، ما برایتون دعا نمی کنیم، ولا نسمع منکم، از شما چیزی گوش هم نمی کنیم، ولا نود خلاصکم، اصلا دوست نداریم شما از جهنم آزاد بشید. چرا؟ و نحن منکم براء، ما از شما بیزار هستیم، چون که شما در دنیا شرک کردید، کفر کردید، پیام الهی را رد کردید. و بعد میگند و ما دعاء الكافرين الا في ضلال، معناش اینه ثم نخبركم، به شما هم داریم میگیم، اعلام میکنیم که سواء انه سواء دعوتم ام لم دعوتم، چه دعا بکنید چه نکنید، لا يستجاب لكم، اجابت هم نمیشه، ولا يخفف عنكم، عذاب تخفیف هم نمیشه. ابن کثیر یعنی خودتون را به زحمت ندید، برید عذابتون را بکشید، معناش اینه.
وما دعاء الكافرين الا في ضلال. پس دعای کافران نیست مگر بیهوده بدون فائده. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا. خب خدمت شما عرض کردم که در این سوره یک دلیل نقلی میآید و همین دلیل نقلی از مؤمن آل فرعون بود و از تبلیغ موسی بود که آمد. دو تا دلیل عقلی میاد که میان ان شاء الله و یک دلیل وحی میاد اونم میاد. اما در وسط تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این همون تسلی است. انا لننصر رسولنا. حاصل و خلاصهش چیه؟ خلاصه تفسیر این آیه اینه و ربطش هم با گذشته هم همینه که ببینید در آیات گذشته ما خواندیم که موسی علیه السلام را خداوند کمک کرد، مؤمن آل فرعون را کمک کرد و فرعون و آل فرعون به عذاب گرفتار شدند. لذا الله اینجا میگه اون نجات، اون نصرت، اون یاری اختصاص به موسی و بنی اسرائیل ندارد، بلکه ما همه رسول خودمون را کمک میکنیم. هر کسی که در راه ما قدم بردارد با چکار میکنیم؟ کمکش میکنیم. لذا این جمله معترضه هست، تسلی برای رسول الله هست و خلاصه و نتیجهش اینه که این کمک ما اختصاص به موسی و همراهانش ندارد، بلکه انا لننصر رسولنا، همانا ما یاری میرسانیم پیامبران خودمون را، نه تنها پیامبران را، مؤمنین مجاهدین فی سبیل الله هم نباید چی بشند؟ ناامید. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند اونها را هم کمک میکنیم. کجا کمک میکنیم؟ فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، در همین دنیا کمکشون میکنیم. و یوم یقوم الاشهاد، روزی که گواهان می ایستند، در اون روز هم کمک میکنیم. خب ننصرو برای روز قیامت زیاد مناسبت ندارد، چون که در روز قیامت بر علیه کی کمک میکند؟ اونجا دشمن مؤمنان کی است؟ کافران که خودشون گرفتار هستند. به این خاطر یک اصطلاحی داریم که باید در اصطلاحات می گفتیم نگفتیم، اون هست الفتها تبنا و ماء باردا. گاهی یک فعلی در زبان عربی میاد بعد از فعل معمولش میاد، معمولش که بیاد یک معمول دیگه داره، این معمول دیگه با اون فعل متعلق نیست، بلکه فعل این و عامل این مقدر است. خب چه عاملی است؟ از ما قبل و ما بعد می دانید شما. مثلا این الفتها تبنا و ما انباردا میگه من اسبم را یا شترم را الف دادم، کاه دادم، و ما انباردا یعنی او را خوراندم، الفتها من خوراندم، و ما انباردا، ما بارد میدونید که در زبان فارسی ما میشه که گفت آب بخور، ولی در زبان عربی نمیشه بگیم آب بخور. اونجا چی برایش استفاده میشه؟ نوشیدن استفاده میشه. پس نمیتونی بگی که من حیوان را علف دادم خوراندم و آب هم خوراندم، بلکه میگیم علفتها تبنا و سقیتها ماء باردا. اینجا سقیتها چی هست؟ مقدر است. اینجا هم همچنین انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا ننصر، اما فی الاخرت فعلی مطابق آخرت مقدر کن. لذا مفسرین گفتند و نجزیهم فی الاخره، یا نجزیهم یوم یقوم الاشهاد، یوم یقوم الاشهاد. اشهاد اینجا جمع شاهد هست، به معنای چی؟ به معنای گواه. منظور فرشتگان هستند، فرشتگانی که در روز قیامت بلند میشن به نفع انسان، به له انسان یا به علیه انسان گواهی میدهند.
خب اون روز یوم یقوم الاشهد چی روزی است؟ یوم یقوم الاشهد بنویسیم مبدل منها یوم لا ينفع الظالمین بدل هست، یعنی یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، روزی که برای ظالمین معذرتشون نفع نمی بخشد، فایده ندارد. ولهم اللعنت، معذرتشون یعنی بهانه هایشون، ظالمین اون روز بهانه میارند چنین بود چنان بود، هیچ فایده ندارد. و برایشون لعنت است یعنی دوری از رحمت است. ولهم سوء الدار، دار بد است، این دار بد چیه؟ جهنم است، عذاب است، آتش است. بله. ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب. الله تعالی در اینجا از موسی و کتاب موسی دلیل نقلی ذکر می کند. در کتاب موسی چه موضوعی بود؟ در کتاب تورات، القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن قرآن را تفسیر می کند. ما در اول سوره بنی اسرائیل می خوانیم و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، ما به موسی کتاب دادیم و اون را وسیله هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم. با چه موضوعی؟ الا تتخذوا من دونی وکیلا، بغیر از من خدا کسی را به عنوان کارساز و حامی خودتون نگیرید. پس اون که به موسی کتاب دادیم اون مضمون اشاره هست. ولقد آتینا موسی الکتاب و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، موسی را هدایت دادیم و بنی اسرائیل را وارث کتاب قرار دادیم. هدن و ذکر، اینها اوصاف کتاب هستن، وصف اول، در حالی که هدایت بود و ذکر و پند و تذکر بود، لأولی الالباب، برای عقلمندان مستفیدین من التورات، اونایی که از تورات استفاده کردن بهره گرفتن. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. ببینید اینجا در واقع به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفته میشه که همون طور که در بنی اسرائیل اولو الالباب بودند و ذکر لأولو الالباب، بعضی از اونها مصدق موسی بودند، بعضی منکر موسی و مکذب. در امت شما هم همچنین است، یه بخشی مصدق هستند، تایید کردن شما را، اصحاب و یاران مخلص شما هستند، و یک بخشی منکر هستند. لذا شما نگران نباش، شما صبر کن. پس این مناسبت که همونطور که در اون امت همه گروه بودند، در امت شما هم همه گروه ها هستند. فاصبر، صبر کن. ان وعد الله حق، وعده الهی حق است. وعده الهی چیه؟ بنویسید نصرت و غلبه، یعنی کمک خدا و غلبه شما بر دشمن حق است. اما تا وقتی که کمک می آید، واستغفر لذنبک، خطاب رسول الله راست، مراد تعلیم امت است. برای گناهانت مغفرت به طلب، یعنی استغفار به کثرت بخوان. انبیا که از گناه پاک هستند، بحث عصمت انبیا را انشاءالله مطرح می کنم. اما اینجا گناه به معنی زلات، لغزشات، کار خلاف اولا، اون کاری که در واقع گناه نیست اما پیغمبر برای خودش گناه می داند. استغفار بخوان. و سبح بحمد ربک و تسبیح و تحمید رب را بیان کن و بخوان. بالعشی والابکار، صبح و شام، یعنی علی الدوام. صبح و شام کنایه اصلی هست؟ از دوام هست. ببینید اینجا یک نکته عجیبی هست، اون نکته اینه که اگر کسی منتظر نصرت الهی هست در هر میدانی، در هر معرکه‌ای، چه میدان؟ میدان جهاد است، ولو اینکه مجاهد هستی، آمدی که مالت را هم دادی و خونت را هم بدی در راه خدا، بازم استغفار بخوان.
اون چیزی که موجب نصرت میشه، چه در میدان جهاد باشه، چه در میدان فرهنگی باشه، جهاد فرهنگی باشه، چه سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه، در هر جا میخوای پیروز بشی، میخوای موفق بشی، این دستور قرآن را ملاک قرار بده. همش استغفار، همش تسبیح، تحمید. اینها دیگه خیراتی هم دارد که نوح علیه السلام به قومش گفت که شما استغفار بخوانید، الله تعالی رحمتهای خودش را بر شما میباراند. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خدا به شما باغ میده، خدا به شما نهر میده، خدا همه نعمت ها به شما میده، به شرط اینکه همیشه استغفار بخوانید. پس چند چیز هستند که هم موجب حل مشکلات میشوند. امروز ما مشکل کم نداریم، سیاسی ما مشکل دارد در میدان سیاست، تاجر ما تو بازار میگه ورشکست کردم، در تهدید هستم، طلبه ما برای ازدواج خودش مشکل دارد، جوان ما باز مشکل دیگه دارد، میخواد از بیکاری رنج میبرد، هر یکی در یک جایی. لذا چند تا نسخه هستن که این نسخه ها را از قرآن میگیریم، یا تعویز. تعویز اون نیست که بریم از ملا بگیریم به گردن خودمون آویزان بکنیم، گرچه اون را هم بعضی بزرگان انجام دادند، ولی بهترین تعویز اونه که قرآن ما را راهنمایی میکنه بخوانیم. پس هر کس مشکلی دارد، هر کس میخواهد که بر مشکلات چیره بشه، فائق بشه، پیروز بشه، چه بازاری هست، چه سیاسی هست، چه طلبه هست، چه عالم هست، چه مجاهد هست، چه مبلغ هست، اینجا خدا به پیغمبرش میگه، داعی دین هست. لذا یک، صبر، استقامت، اون مسیرت را رها نکن، ادامه بده. دو، استغفار. سه، تسبیح. چهار، تحمید. هم تسبیح و تحمید چقدر؟ 100 تا؟ 200 تا؟ 300 تا؟ نه، بالعشیه والابکار دائما. ذکر که مشکل نیست، ذکر که شرایطی ندارد، هر وقت تونستی. لذا الله می فرماید وسبح بحمد ربک بالعشیه والابکار. تسبیح و تحمید برای ربت بیان کن صبح و شام، یعنی علی الدوام. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم. خب پیغمبر خودش را گفت تسلی داد، صبر کن و با من باش، یعنی بیاد من باش، با خدا باش. بس کسانی که معاندند، جدال میکنند، با پیغمبر مبارزه میکنند، الله عز وجل برای اونها بیان می فرماید ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم. کسانی که جدال می کنند در آیات الهی، آیات الهی بر دو نوع هستند، یکی آیات تکوینی، یکی آیات تشریعی. آیات تکوینی، خدای تعالی آسمان و زمین را خلق کرده، کوها را خلق کرده، نظام شمسی را خلق کرده. لذا کسانی که بحث میکنن، جدال میکنن، میگن نه خیر چنین نیست. یا اینکه در آیات تشریعی، در آیات تشریعی خدا فرموده به توحید من قائل باشید، اعتقادتون را درست کنید، اعمالتون را درست کنید، اخلاقتون را درست کنید، نماز بخونید، روزه، اینا آیات تشریعی هستن. چه در این آیات مخالفت میکند، چه در اون آیات مخالفت میکند. بغیر سلطان اتاهم، بدون دلیلی که پیشش بیاید. سلطان بنویس دلیل عقلی و نقلی، یعنی نه دلیل عقلی دارد، نه دلیل نقلی دارد، همینطور بحث میکند از روی زد، از روی اناد. الله سبب جدالش را میفرماید، میدونید این چرا درگیر هست؟ چونکه ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی. نیست در سینه هایشون مگر کبری هست، یعنی تکبری هست، تمنای بزرگی هست که ما هم به بالغی، نمی رسن اینها به اونجا، یعنی ریاستی، سیادتی، سرداری، هر چی که اینها مد نظر دارند به اونجا نمی رسن. پیغمبر ما پیروز میشه، اینها ذلیل میشن. لذا
اینها اهل باطلند. به الله تعالی به پیغمبر خودش میگه فاستعذ بالله، از شر کفار به خدا پناه ببر. یا اینکه اگر وسوسه شیطان آمد فاستعذ بالله، بهترین راه وسوسه هم خیلی مردم مراجعه میکنه میگه شیطان دائما وسوسه میکند، اینه فاستعذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینو به کثرت بخوان. انه هو البصیر، انه این علت ان تعلیلیه هست، علت بیان کرده، علت اون است که اون ذات سمیع هست، هر چیز را میشنود، البصیر همه احوال شما را میداند، السمیع لکل شیء البصیر بکل شیء. لذا تو که میخوانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو که به پناه او میروی و خودت را قرار میدهی، او هم حرفت را میشنود، هم حالتت را میبیند، او محافظتت میکنه، از تو نگهداری میکنه، نگران نباش. لازم نیست که یک دعای چنین و چنانی بخوانی. قرآن گفته فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر و باور کن، یقین کن که انه هو السمیع البصیر. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خداوند تعالی در آیات گذشته درباره عذاب قیامت بیان کرد و یوم یقوم الاشهاد، ذکر قیامت کرد، هم در رابطه با جریان فرعون و هم در اینجا که یوم یقوم الاشهاد ما مؤمنین را در روز معاد و در روز قیامت کمک میکنیم، اما مؤمنین را پاداش نیک میدیم. اما خدمت شما عرض کنم که مشرکین مکه منکر قیامت بودند، قیامت را قبول نداشتند. در اینجا خداوند عزوجل دو دلیل برای اثبات قیامت بیان می کند. خوب دقت کنید، اگر این دلیل ها را بفهمید آیه را متوجه می شید. یک دلیل دلیل انی هست و یک دلیل دلیل لمی هست. شما در منطق خواندید دلیل انی را و دلیل لمی را. دلیل اینی این هست که برای اثبات شی چیزی را ذکر میکنی که علت اصلیش نیست، علت اصلی نیست ولی قرینه هست. و دلیل علت اصلی نیست، علامت هست، اینطور بنویسید. دلیل اینی این هست که شی را اثبات میکنی با چیزی که علامت شی هست، علت شی نیست. اما دلیل لمی، شی را اثبات میکنی با چیزی که علت است. الان اینجا خدای عزوجل قیامت را میخواد اثبات بکنه با دو چیز، یکی علامت هست، یکی علت است. هر دو را ذکر میکنه. اولین دلیل دلیل انی است، یعنی علامت است. دومین دلیل دلیل چی هست؟ لمی هست، یعنی علت قیامت است. چگونه؟ الله عز و جل می فرماید لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، خلق آسمان ها و زمین از خلق مردم بزرگتر است، سنگین تر است. به چه معنا؟ ببینید، کسی که گرچه درباره الله هیچ فرقی ندارد، اما نسبت به ذهن شما انسانها خدا داره میگه. از نظر ذهن شما اگر یه استادی، یک بنایی، یک معماری، مهندسی، هرچی، یک برجی را میتواند بسازد که 20 طبقه هست، 50 طبقه هست، خب یک اتاقه که کوچک را به طریق اولا میتونه بسازه. پس الله عز و جل می فرماید که پیدایش انسان، خلق انسان برای ما کاری ندارد. ما وقتی که آسمان و زمین را با این عظمت و با این وسعت و بزرگی درست کردیم، پس انسان که معمولی هست، اما از نظر الله عرض کردن فرقی ندارد. الله با یک کن هم آسمان را درست می کند هم انسان را.
اما نسبت به دید شما، نسبت به ذهنیت شما داره صحبت میکند. همیشه الله عز و جل احوال مخاطبین را در نظر میگیرد. پس ببینید این علامتی هست برای اینکه قیامت هست. چرا؟ چون که خدا آسمان و زمین را با این بزرگی خلق کرد. در سوره نازعات میخوانید انتم اشد خلقا ام السما، خلق شما سختر یا آسمان؟ بناها رفع سمکها فسواها، آسمان را با این عظمت خدا درست کرد، سقفش را بلند کرد و الى آخره. شبی توش گذاشت، روزی توش گذاشت، چه سیستم عجیبی توش گذاشت. پس اون ذاتی که اون سیستم را با اون پیچیدگی میتواند درست بکند، ما همیشه تعبیر میکنیم این انسان فسقلی را به طریق اولا درست میکند، دوباره اونو میگه بلند شو، بلند میشه. پس قیامت کار دشواری نیست. پس ببینید اینجا برای اثبات قیامت و برای زنده شدن بعد از مرگ دلیلی ذکر شد، اما این دلیل علت اصلی نیست، یک علامتی است، یک قرینه ای است. پس این دلیل اینی شد، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، پیدایش آسمان ها و زمین بزرگتر است، سنگینتر است از پیدایش انسان ها. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. پس ثابت شد خدایی که میتونه قیامت را، خدایی که میتونه زمین و آسمان را درست کنه، میتونه در قیامت انسان را هم درست کنه. دلیل دوم، دلیل لمی، عرض کردم دلیل لمی چی هست؟ علت است. علت اصلی که خدا قیامت را میخواد برپا بکند چیه؟ الله میفرماید و ما یستوی الاعمى والبصیر، بینا و نابینا برابر نیستند، نابینا و بینا برابر نیستند. یعنی چه؟ باز بیشتر توضیح داده، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدهند، اینها برابر نیستند. وللمسیء، المسیء اونی که بد میکند، تفسیر عباسی نوشته وللمسیء وللمشرک، اونی که موحد است اینی که مشرک است با هم برابر نیستند. خب این دلیل لمی است. چطور؟ ببینید خدای عز و جل دنیا را درست کرده برای چی؟ برای امتحان. انسانها را درست کرده که انسانها همه تابعش بشند، همه گوش به فرمان بشند. اما انسان که تو این دنیا آمده متفاوته، یکی نیکه یکی بده، یکی مؤمنه یکی مشرکه، یکی ظالمه یکی مظلومه، یکی مستحقه یکی دیگه غاصب است. خب آیا وقتی که این نابرابری در میان انسانها هست، نباید بین اینها حساب و کتابی باشد؟ نباید انصافی باشد؟ نباید دادگاهی باشد؟ حق مظلوم از ظالم گرفته بشه؟ اونی که موحد بوده اون پاداش نیک داده بشه، اونی که مشرک بوده پاداش بد داده بشه؟ آیا نباید بشه؟ هر عقلی میگه باید بشه. پس این دلیل اصلی قیامت است. این چی شد؟ علت اصلی قیامت، دلیل لمی. اینجاست که الله میفرماید و ما یستوی الاعمى والبصیر، نابینا و بینا برابر نیست. نابینا کیه؟ کافر. بینا کیه؟ مؤمن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اونی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، اون هم برابر نیست. وللمسیء، و نه اونی که مشرک است. پس مؤمن و مشرک هم برابر نیستند. وقتی که برابر نیستند، مؤمن خوب عمل کرده، مشرک بد عمل کرده، بینا خوب عمل کرده، نابینا بد عمل کرده. خب الان باید چی بشه بین اینها؟ انصاف بشه بین اینها، باید که حساب و کتاب صورت بگیرد. پس این دلیل هست که باید قیامت باشد. چه دلیلی شد؟
لمی. الله می فرمائے قلیل ما تتذکرون، بسیار اندک است اون چی که شما پند می گیرید. ما تتذکرون پایینش می نیست اعما و مسیع، یعنی اون چیزی که اعما و مسیع پند می گیره بسیار اندک است. اینها باید که خوب گوشاشون را باز بکنه، ولی اینها متاسفانه از پند گرفتن و از ایمان و هدایت محرومند. پس بعد از اینکه دلیل ذکر شد، دو دلیل ذکر شد، یک دلیل اینی اول ذکر شد، آسمان ها و زمین را خدا پیدا کرده پس انسان را هم میتونه پیدا کنه. دلیل دوم انسان ها متفاوتن، یکی ظالمه، یکی مظلومه، یکی غصب کرده، یکی مستحق مال است. پس باید بین اینها انصاف بشه. وقتی که به این نتیجه رسیدید که باید قیامت بشه، اکنون مدعا را الله بعد از دلیل اعلام میفرماید ان الساعت لآتیت لا ریب فیها، همان قیامت می آید، هیچ شکی توش نیست. در این که قیامت می آید هیچ شکی وجود ندارد. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم ایمان نمی آورند. به دلیل بنویسید عدم تدبر در دلائل. اگر به دلائل فکر می کردند، اگر در دلائل تدبر می کردند، ایمان می آوردند. اما ایمان نمی آورد چون در دلائل تدبر ندارن. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ببینید قیامت را الله تعالی ذکر کرد تا حالا، قیامت را اثبات کرد. اثبات قیامت نوعی تخویف است، نه تخویف اخروی که از من خدا بترسید. قبل از قیامت الله تعالی ذکر کرد برای پیغمبر، دلیل نقلی از موسی ذکر کرد که موسی هم آمد. همه و همه قبلا خدمت شما عرض کردم، این دلائل، این تخاویف، این تباشیر، تبشیرها، اینها به خاطر چی است؟ برای اثبات مدعا هست. مدعا و موضوع محوری این سوره چی بود؟ توحید فی الدعا، یعنی در حاجات و در مشکلات فقط خدا را بخوانید. لذا خدای عزوجل مجدداً اعاده کرد، بار دوم اعاده کرد مدعا را. گفتیم در این سوره چند بار اعاده می کند؟ سه بار. این دومین هست. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الله می فرماید فقط منا بخوانید، من اجابت می کنم برای شما، غیر از من کسی را نخوانید. ببینید حتما اجابت می کند؟ نه. اینجا یک قیدی هست که از آیه دیگه می گیریم، القرآن یفسر بعضه بعضا. بنویسید ان شئت، پایین استجب لکم چی بنویسید؟ ان شئت، اگر خواستم اجابت می کنم. لازم نیست که هر وقت ما دعای کردیم خدای عزوجل چی بکند؟ اجابت بکند. به چه دلیلی؟ الله تعالی در جای دیگه فرموده من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی چیزی از ما به صورت تعجیل میخواد تو همین دنیا میخواد، ما بهش میدیم، البته به هر کس نه، لمن نرید، به اون کسی که ما بخواهیم، ما اراده بکنیم. پس این شئت اینجا چی هست؟ مقدر است. پس خدا می فرماید هر چی می خواهی از من بخوا، فقط مهم اینه از خدا بخوا. اگر تو این دنیا بیت نده، تو اون دنیا میده عوضش را. اما اونایی که تکبر می کنند، منو نمی خوانند، میرن دیگران را می خوانند، خودشون را برای جهنم آماده کنند. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بنویسید نتیجه نداء غیر الله، نتیجه نداء غیر الله، اونهایی که غیر خدا را فریاد میزنند، نتیجه فریادشون چی هست؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، همانا کسانی که تکبر میکنن از عبادت من. ببین مگه بحث عبادت آمد اول آیه؟ وقال ربكم اعبدوني، گفت ادعوني فرمود، نه؟ بس ان الذين يستكبرون عن دعای باید باشه، ولی خداوند داره نشان میگه دعا و عبادت یکیه.
دعا و عبادت یکیه. اول گفت که ادعونی، مرا بخوان. اگر از دعای من که همون عبادت است ابا ورزیدی، انکار کردی، تکبر کردی، اونهایی که تکبر می کنند از دعای، از عبادت من، عبادت من پایینش بنیست ای دعایی و توحیدی، از دعا و توحید. توحید یعنی فقط خدا را خواندن، فقط خدا را عبادت کردن. کسانی که از این عبا می ورزند، تکبر می کنند، سیدخلون جهنم داخرین، اینها ان قریب داخل می شوند در جهنم. داخرین یعنی ذلیلین، با ذلت، با خاری، با پستی، اینها را الله خار و ذلیل می کند و به جهنم می برد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. خب دلیل نقلی از موسی تمام شد، حال دلیل عقلی. الله عز وجل برای اثبات مسئله، برای اثبات توحید دلائل گوناگون ذکر می کند، گاهی عقلی، گاهی نقلی، گاهی وحی. لذا این دلیل عقلی است که گفتیم در این سوره دوتا هستند. خب از این، از قدرت خدای عز وجل به این نتیجه بگیرید که، این نتیجه را بگیرید که در همه این تصرفات الله واحد است، لا شریک است. پس چرا در عبادت شریک داشته باشد؟ باید در عبادت هم باید چی بشه؟ واحد لا شریک باشد. الله الذي جعل لكم الليل، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما، لام للانتفاع، لکم ای لنفعکم، قرار داد برای نفع شما شب را، لتسکنوا فیه، تاکه در آن شب آرامش حاصل کنید، سکون حاصل کنید، و النهار مبصرا، و روز را مبصرا یعنی وسیله دید که در روز میبینید، برای خودتون کسب و کار میکنید. ان الله لذو فضل على الناس، همانا الله صاحب فضل و احسان است بر مردم، که چگونه مصالحشون را در نظر میگیرد. این آقا، این آقایون، این انسانها، این بندگان نیاز به چی دارند؟ نیاز به کار دارند، نیاز به کسب دارند، نیاز به نان دارند. لذا روز را برایشون آورد، کار میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، خسته میشه، الان نیاز به استراحت داره. شب را الله تعالی جمع میکنه، خورشید را، همه را جمع میکنه و تاریکی میاره تا آرامش بگیره، تا خوب بخوابه. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. اما مع الاسف اکثر مردم شاکر نیستند، اکثر مردم سپاسگزار نیستند. بنویسید نعمت ها را به جای خود، برعکس شرک می کنند. به جای اینکه نعمت ها را شاکر باشند، خدا را سجده کنند، خدا را تعظیم کنند، اکثر مردم برعکسی شرک می کنند، به درهای دیگر رجوع می کنند، به جای اینکه از خدا بخواهند از غیر الله استمداد می کنند. ولكن اكثر الناس لا يشكرون. خب نتیجه این دلیل، ثمره این دلیل، خب در این دلیل خواندیم که همه لطف و احسانات مال خداست برای ما. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، این الله که رب شما هست، خالق هر چیز است، همه چیز را برای شما آفرید. نه تنها شب و روز را، نه تنها برای آرامش و برای رزق و روزی شما اسباب مهیا کرد، دیگه چی چی آفریده. در آیات دیگه میگه زمین را برای شما چنان آفرید که هم قابل سکونت باشه، هم از زمین استفاده بکنید، نه زیاد سفت که نتونید از زمین استفاده بکنید، نه زیاد نرم که فرو برید، بلکه متوسط. از آسمان آب نازل میکنه، زمین کشت میکنید، روی زمین ساختمان میسازید و کارهای دیگه میکنید. همه خالق کل شیء، هر چیز خالقش او هست. پس نتیجه چیه؟ پس نتیجه اینه که وقتی که خالقت هست، مالکت هست، همه چیز را برای نفعت آفریده، چرا دیگران را به عنوان معبود انتخاب میکنی؟ لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی به جز او، فقط او را عبادت کن، فقط از او استمداد کن.
و فقط او را فریاد بزن فانا تؤفکون. این زجر است، توبیخ و سرزنش است. فانا تؤفکون معنیش اینه که کدام سمت و سو اینها برگردانده می شوند. یعنی در رابطه با نعمتهای شب و روز، ببینید خالق هم فقط او را می دانید، پس در دعا و سجده و عبادت چرا به سوی دیگران برگردانده می شوید؟ فانا توفکون یعنی کیف تعبدون غیره، چطور شما غیر او را پرستش می کنید؟ من الاصنام التي لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بتایی که نه چیزی را که نیافریدن به جای خود، خودشون مخلوق هستند. فانا تؤفكون. باز الله تعالی می فرماید که این اختصاص به اینها ندارد که اینها منحرف شدند، برگردانده شدند. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، این چنین برگردانده شدند، این چنین منحرف شدند، کسانی که نسبت به آیات الهی منکر بودند. پس این انحراف، این حرمان، محرومیت از دین، محرومیت از هدایت، محرومیت از توحید به سبب چی است؟ به سبب انکار است، به سبب ضد و عناد است. الذين كانوا بآيات الله يجحدون، پس به اینها تنها اختصاص ندارد. خب این یک دلیل، دلیل عقلی دو تا بودند. دلیل دوم، الله الذي جعل لكم الارض قرارا، باز این دلیل دوم هم دلیل آفاقی هست. الله اون ذاتی هست که زمین را برای شما قراری آفرید. ببین یکی خود زمین نعمتی هست، یکی اینکه قرار هست، قرار دارد، حرکت ندارد، جنبش ندارد. اگر جنبش داشته باشد همه چیز تیره و تار میشه، همه چیز از بین میره، عیش مقدر میشه، ساختمان ها فرو میریزند، سکون از بین میره. لذا ما به این نعمت ها فکر نمی کنیم. الله قرار آفرید زمین را، و السماء بنان، و آسمان را سقفی، بنا یعنی خیمه، سقف. و صورکم، این دلیل انفسی است، اولش آفاقی بود، الان به وجود خودت نگاه کن. و صورکم، خدا شما را صورتی داده و از شما یک ترکیبی ساخته که فاحسن صورکم، زیبا کرد صورت شما را. چه زیبا، خدای عزوجل شما را منقش کرده، شما را نقاشی کرده، آفریده. حیوانات دیگر را انسان میبینه و انسان را میبینه، انسان چه زیبا هست، دستش، پایش، راه رفتنش، همه چیز تناسب دارد. لذا نه تنها آفریده، و رزقکم من الطیبات، از مالهای پاکیزه، از رزقهای پاکیزه شما را رزق هم داده. چه نعمتهایی، چه رزقی دارید استفاده می کنید؟ نتیجه این دلیل، قبلا هم در ابتدای سوره عرض کردم، دلیل عقلی بعد از هر دلیل عقلی یک نتیجه، اونجا اون نتیجه بود، اینجا باز ذالکم الله ربکم، ای انسان ها این الله رب شماست، پرورش دهنده شما، پروردگار شما الله است، این را رب بدانید. فتبارک الله رب العالمین، این ادعا هست، بابرکت است الله، یعنی همه برکات هم از اوست. چرا؟ رب العالمین، این علت است، به این علت، به این دلیل که اون رب همه جهانیان است، نه تنها رب شما، ربکم و رب آبائکم الاولین، ربکم و رب السماوات والارض، ربکم و رب المشارق والمغارب، رب همه چیز. بس فتبارك الله رب العالمين. هو الحي، هو الحي، هو مبتدا است، حي خبر است، اون ذات همیشه زنده هست. ببین این زنده معناش فرق میکنه با اون زندگی که ما داریم. شما میگی منم زنده ام، ولی تو زنده میمیری. هو الحي الذي لا يموت،
اون چنان حی هست که هرگز موت بر او نمی آید. لا اله الا هو، هیچ معبودی، هیچ خدایی که لایق عبادت و پرستش باشد نیست الا هو، بجز او. پس وقتی که به این نتیجه رسیدی که اله فقط او هست، معبود فقط او هست، لذا اصلی ترین عبادت را هم در حق او بنما. اصلی ترین عبادت چیه؟ دعا. فدعوه مخلصین له الدین. بار سوم ادعا چی شد؟ تکرار شد. فدعوه مخلصین له الدین، فقط او را بخانید، خالص برای او قرار بدید دعایتون را. ای فدعوه مخلصین له الدعاء، از کسی دیگه نخواه، از کسی دیگه طلب نکن. الحمدلله رب العالمین، این ثمره و نتیجه تمام دلایل ما قبل است، نتیجه تمام دلایل ما قبل. یعنی وقتی که همه چیز خدا، صورت خدا داد، رزق خدا داد، زمین را خدا قرار داد، آسمان را خدا قرار داد، خدا بنا قرار داد و شب روز همه را الله به شما عنایت کرده، پس همه تعریفات طبق گفته مفسرین یا طبق گفته شیخ ما رحمه الله، الحمدلله اون تعریفاتی که مخصوص اله هستند، خالقیت، مالکیت، رازقیت، نافع و ضار بودن، عالم الغیب بودن، اینها اختصاص به الله دارند، اون اللهی که رب العالمین، رب جهانیان است. این بخش اول سوره است. تا اینجا بخش اول سوره که عرض کردم تمام شد. این بخش اول، بخش اول دارای ادعا بود، توحید فی الدعا. سه بار این ادعا مطرح شد. برای اثبات اون ادعا یک دلیل نقلی خواندید، یک دلیل وحی خواندید و دو تا دلیل عقلی خواندید. قل انی نهیت، از اینجا بخش دوم سوره ان شاء الله شروع میشه. السلام علیکم و رحمت